سرخط خبرها. گزارش هایی از توقیف 4 نفتکش در راه ونزوئلا. آمریکا میگوید محموله کشتی ها متعلق به ایران از تهران مالکیت کشتی ها را تکذیب میکند. واکنش های گسترده به توافق اسرائیل و امارات. بحرین و مصر استقبال کردند، ایران و ترکیه آن را خائنانه خواندند. طرح عرضه اوراق مشارکت نفتی در بازار بورس انرژی ایران. هر متقاضی میتواند تا 20 هزار بشکه نفت خام بخرد. و با آزادی 80 زندانی خطرناک گروه طالبان، دولت افغانستان یک گام دیگر به سوی مذاکرات صلح برداشت. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. به گزارش بعضی رسانه ها، مقام های آمریکا گفتند 4 نفتکشی را توقیف کردند که از ایران به ونزوئلا بنزین می بردند. آمریکا می گوید تاجری وابسته به سپاه پاسداران پشت این داد و ستد بوده و به همین خاطر یک دادگاه این کشور مجوز مصادره بار نفتکش ها را صادر کرده. ایران در نخستین واکنش ایرانی بودن نفتکش ها را تکذیب کرده، اما درباره مالکیت محموله ها اطلاعاتی ارائه نکرده. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. توقیف 4 نفتکش حامل بنزین ایران برای ونزوئلا، ضربه‌ای کاری به یکی از روش‌های حکومت ایران برای فروش نفت و فرآورده‌های آن، یعنی انتقال کشتی به کشتی نفت. خبر را نخستین بار این روزنامه وال استریت جورنال در شامگاه پنجشنبه منتشر کرد به نقل از مقام‌های آمریکا. گزارش می‌گوید 4 نفتکش لونا، پندی، بیرینگ و بلا طی روزهای اخیر در آبهای آزاد توقیف شدند و در هوستون تگزاس پهلو می‌گیرند در حضور مقام‌های آمریکایی. وال استریت جورنال نوشته که این 4 نفتکش بخشی از یک ناوگروه بزرگتر بودند که یک کشتی متعلق به اطلاعات نیروی دریایی ایران آن را اسکورت می‌کرده. گفته شده 5 نفتکش دیگر در این ناوگروه ایرانی بودند و این 4 نفتکش مالکیت خصوصی داشتند. بعد از تماس مقام‌های آمریکایی با مالک، بیمه‌ها و خدمه 4 نفتکش، آنها از گروه جدا می‌شوند. به این ترتیب توقیف محموله این کشتی‌ها بدون اقدام نظامی انجام می‌شود. بر اساس یافته‌های وال استریت جورنال، مالکیت 4 نفتکش متعلق به این فرد یونانی با نام گیورگوس گیالوزوگلو بوده. امریکا فروش نفت ایران را تحریم کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که یک تاجر ایرانی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشت این ماجرا است. فردی که با تشکیل شرکت‌های سوری قصد داشته رد فروش این محموله‌ها را گم کند. دادستانی آمریکا از یک دادگاه اجازه توقیف نفتکش‌ها را گرفته بود. نخستین واکنش از سوی دولت ایران این بود. توییتی از حجت سلطانی، سفیر ایران در ونزوئلا، که خبر را جنگ روانی آمریکا توصیف و ایرانی بودن نفتکش‌ها را تکذیب کرد. نه کشتی‌ها ایرانی هستند و نه مالک یا پرچم آنها ارتباطی با ایران دارد. آقای سلطانی درباره اینکه محموله سوخت متعلق به ایران است یا خیر توضیحی نداده. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید نفتکش‌ها حامل بیش از 1 میلیون بشکه بنزین ایران بودند و مقام‌های آمریکایی با تهدید شرکت‌های بیمه کشتی‌ها را مجبور به تحویل محموله کردند. اسوسییتد پرس میگوید این نفتکش‌ها مدت‌ها بود دستگاه‌های ردیابشان خاموش شده بود. حالا اما به نظر می‌رسد آمریکا برای توقیف نفتکش‌های با ردیاب خاموش راه حلی پیدا کرده. تنش دریایی بین ایران و آمریکا نزدیک به 1 سال است که تشدید شده. سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، هم روز پنجشنبه با انتشار این ویدیو اعلام کرد که نیروی دریایی ایران یک نفتکش با پرچم لیبریا را برای مدت 5 ساعت در نزدیکی تنگه هرمز توقیف کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که هیچ دلیلی برای توقیف این نفتکش از سوی ایران وجود نداشت. ایران حدود 4 ماه پیش 1.5 میلیون بشکه سوخت را از طریق دریای کارائیب به ونزوئلا رساند. نیروی دریایی آمریکا هم در واکنش 4 ناو جنگی خود را به کارائیب اعزام کرد. ایران و ونزوئلا هر دو مشمول تحریم‌های آمریکا هستند و ونزوئلا که درگیر بحران سیاسی در داخل کشور است، با کمبود جدی سوخت هم روبروست.
شیدا هوشمندی، بی بی سی. محمد جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق تجارت بین المللی از پاریس با ما هستن. آقای شعله سعدی، ایران گفته که کشتی ها پرچمشون ایرانی نبودن، در مورد محموله اثر نظری نکرده. توقیف این نفتکش و در شرایط فعلی و تکسیبش از سوی ایران به نظرتون معنیش چیه؟ خب ایران تلاش میکنه که یک همچین مسائل رو بسیار کم اهمیت جلوه بده و برعکس آمریکا سعی میکنه که این رو بسیار پر اهمیت جلوه بده. چیزی که ظاهرا مشخص هست این هست که عملا نفتکش ها واقعا توقیف نشدن و محموله در واقع توقیف شده، و اگر این محموله از طرف ایران به ونزوئلا در واقع فرستاده شده باشه، طبیعتا محصولی هست که متعلق به ایران هست، هرچند ایران تکذیب بکنه یا اینکه بخواد بگه من این رو قبلا فروختم. ولی خب تا وقتی که تحویل داده نشه، در واقع این محصولات پولش رو ایران نمیتونه دریافت کنه، در نتیجه همچنان این محصولات متعلق به مردم ایران هست که در واقع توقیف میشه. ولی باید این رو توجه بکنیم بهش که این در واقع اولین بار هست که اتفاق میفته کشوری به خاطر قوانین داخلیش و مسائلی که مرتبط به قوانین بین الملل نیست، یا مواردی که در واقع قوانین بین الملل جرم اونها رو تصور نمیکنه، مثل در واقع جرایم سازمان یافته، مواد مخدر یا قاچاق انسان، توقیف در واقع یک محصولی، یک کشتی، یک محموله‌ای در آبهای آزاد بر اساس قوانین تحریمی داخلی به صرف آمریکا سابقه نداشته، و این در واقع اولین مواردی هست که همچین اتفاق میفته و از لحاظ حقوق بین الملل جایگاه و توجیهی نداره. و این تحریم هایی که هم روی ایران و هم روی ونزوئلا وضع شده، ریشه و بیس در واقع بین المللی ندارن و سازمان ملل اونها رو در وضع نکرده و صرفا آمریکا است که این تحریم ها رو روی این دو کشور اعمال کرده. پس فکر میکنید که ایران که مصمم هست برای کمک به ونزوئلا، با وجود این فشارهای آمریکا بتونه راههای دیگه ای پیدا کنه و از لحاظ بین المللی هم اشتباه نخواهد بود این کاری که ایران داره میکنه؟ اگر که به هر حال ایران الان تو این شرایطی که داره کار چندانی نمیتونه بکنه، یعنی مجبور هست و فقط کاری که میتونه بکنه این که تنها کشورهایی که در واقع حامیش موندن از جمله ونزوئلا یا سوریه، این کشورها رو باشون مبادلات تجاری انجام بده و همچنین سعی بکنه تا اونجایی که میتونه به دولت‌های این کشورها کمک بکنه، برای که دولت‌هایی هستن همسو با ایران و از معدود دولت‌ها و کشورهایی هستن که همچنان ایران رو حمایت می‌کنه. در نتیجه حمایت متقابل ایران خارج از ذهن نیست و توجیه داره، چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی برای ایران، چون راه حل دیگه‌ای در واقع ایران نداره. محمد جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق تجارت بین الملل از پاریس، متشکرم از شما. شماری از رهبران جهان از توافق امارات متحده عربی و اسرائیل برای عادی سازی روابط استقبال کرده و آن را گامی برای صلح خاورمیانه دانستند، اما فلسطینی ها و حامیانشان از جمله ایران این توافق را خیانت خواندند. امارات بعد از مصر و اردن سومین کشور عربی است که با اسرائیل رابطه برقرار میکند. اسرائیل تاکنون با کشورهای حاشیه خلیج فارس روابط رسمی نداشته. فرین عاصمی گزارش میدهد. واکنش محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، به توافق اسرائیل و امارات برای عادی سازی روابط بین دو کشور، آنطور که از او انتظار می رفت، به شدت از این توافق انتقاد کرد. او به تلویزیون العربی گفته امارات متحده عربی میلیاردها دلار برای خرید سلاح هزینه می کند و تلاش دارد به اسرائیل دوم تبدیل شود. ماشاءالله. امارات از حدود 5 سال پیش و حمله عده‌ای که بسیجی خوانده شدند به سفارت عربستان در تهران، سطح روابطش را با ایران کاهش داده. با این حال، اواسط ماه جاری وزیر خارجه ایران و همتای اماراتیش به شکل مجازی با هم دیدار کردند. دیداری که در این روزهای شیوع کرونا تبدیل به روشی معمول برای بیشتر سران جهان شده. وزارت خارجه ایران هم در بیانیه‌ای توافق میان اسرائیل و امارات را حماقت راهبردی نامیده و گفته بدون تردید حاصل آن تقویت محور مقاومت، یعنی ایران، سوریه، لبنان و فلسطین در منطقه خواهد بود. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم از دیگر مقام‌هایی بود که علیه این توافق موضع‌گیری کرد. ابوظبی مدت 10 سال است که امارات را بهشت اسرائیل کرده. شبکه‌های جاسوسی و اطلاعاتی موساد علیه کشورهای منطقه به وجود آورده‌اند. فلسطین بزرگ از نهر تا بحر به لطف غیرت مجاهدان و مردمان صبورش به زودی آزاد خواهد شد و بی غیرت ها در تاریخ گم خواهند شد.
شاهزاده رضا پهلوی فرزند آخرین پادشاه ایران هم در توییتر به این توافق واکنش نشان داده. در حالی که جمهوری اسلامی منابع ملی ما را غارت و خرج صدور ویرانی و تروریسم می کند، منطقه در حال برداشتن گام های اساسی به سوی صلح و پیشرفت است. به زودی وقتی که این رژیم از بین برود، ایران دوباره روابطی سازنده با کشورهای سراسر خاورمیانه و فراتر از آن برقرار خواهد کرد. توافق اسرائیل و امارات برای عادی سازی روابط در چند کشور عربی هم واکنش داشت. سلطان عمان گفته از عادی سازی روابط بین همسایه‌اش امارات و اسرائیل حمایت می‌کند و امیدوار است این حرکت به صلح پایدار خاورمیانه منجر شود. بحرین هم از به تعلیق درآمدن طرح‌های اسرائیل برای ضمیمه کردن بخش بزرگی از کرانه غربی استقبال کرده. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر هم در توییتی از تعلیق ضمیمه شدن بخش بزرگی از کرانه غربی به خاک اسرائیل استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده که این گام ها برای خاورمیانه صلح و ثبات به ارمغان بیاورد. اما در فلسطین رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خواستار نشست اضطراری با اتحادیه عرب شده. رهبر فلسطینی ها تصریح کرده نه امارات و نه هیچ طرف دیگری حق صحبت به جای مردم فلسطین را ندارد و به هیچ کس این اجازه را نمی دهد که در امور فلسطینی ها دخالت کند. وزارت خارجه ترکیه هم در واکنش به توافق امارات و اسرائیل گفته تاریخ فراموش نخواهد کرد و هیچ وقت رفتار ریاکارانه امارات متحده عربی را نخواهد بخشید. ترکیه این توافق را خیانت به فلسطینی ها نامیده. اقدام علیه فلسطین چیزی نیست که ما بتوانیم بپذیریم. حالا فلسطین احتمالاً سفارتش را در امارات می‌بندد. ما هم همین کار را می‌کنیم. من به وزیر خارجه دستورش را دادم، گفتم روابط دیپلماتیکمان با ابوظبی را تعلیق کند یا سفیرمان را از آنجا فرا بخواند، برای اینکه ما کنار مردم فلسطین ایستاده ایم. توافق میان اسرائیل و امارات که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام شد، تضمین می‌کند که اسرائیل طرح‌هایش را برای ضمیمه کردن بخش‌های بزرگی از کرانه غربی به حالت تعلیق در می‌آورد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مدت‌ها به دنبال ضمیمه این بخش‌ها به خاک کشورش بوده. راه اندازی سفارتخانه در پایتخت‌های یکدیگر و برقراری پروازهای مستقیم از دیگر مواردی است که بر اساس این توافق اجرا خواهد شد. فرین آسمی، بی بی سی. از جواد طالعی تحلیلگر مسائل جهان عرب و خاورمیانه پرسیدم آیا توافق اسرائیل و امارات در بلند مدت منافعی برای منطقه خواهد داشت؟ من تصور نمی کنم که این توافق به امارات متحده عربی و اسرائیل محدود بمونه. این توافق در واقع آشکار کردن سیاستی است که عربستان سعودی در درون عربستان و همچنین در شورای همکاری خلیج فارس پیش میبره و من پیش بینی میکنم که در آینده نزدیک عمان، بحرین، کویت و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روابطشون رو با اسرائیل به اصطلاح هماهنگ بکنن و برقرار بکنن. برخلاف نظر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، من باید عرض کنم که این توافق مقدمه است بر محدود کردن قدرت جبهه مقاومت یا هلال شیعی که جمهوری اسلامی سعی کرده در منطقه خاورمیانه ایجاد بکنه. ما میدونیم که در نهایت به نظر نمیرسه که این توافق چیزی از طرح صلحی رو که سالهاست تلاش میشه براش حل کنه و یا نفعی برای فلسطینی ها داشته باشه. نه، ولی به هر صورت به نظر من نزدیک شدن اسرائیل و حل اختلافش با کشورهای عربی بیشتر به نفع فلسطینی هاست تا تضاد بین این دو جبهه. اگر اینا به هم نزدیک بشن، کشورهای عربی بیشتری مناسباتش رو با اسرائیل برقرار بکنن، قطعا تلاش خواهند کرد که مشکل فلسطین رو هم با اسرائیل به شکلی حل بکنن. در دراز مدت طبیعتاً این به نظر من به نفع فلسطینی ها خواهد. ایران گفته محور مقاومت تشکیل خواهد داد. آیا خود این توافق رو ایران در راستای منزوی کردن خودش میدونه؟ 100%. ببینید، شورای همکاری خلیج فارس به عنوان همسایگان کوچک ایران نقش بسیار تعیین کننده ای در وضعیت اقتصادی و ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایفا میکنند و الان با پیش قدم شدن امارات متحده عربی برای همکاری با اسرائیل، طبعا بقیه همین راه رو طی خواهند کرد و عربستان، شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای دیگه منطقه
به اسرائیل نزدیک خواهند شد و این برخلاف سیاستی است که جمهوری اسلامی همیشه برای انزوای اسرائیل پیش گرفته. گفتگویی بود با جواد طالعی، تحلیلگر مسائل جهان عرب. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. رسانه‌ها به نقل از مقام‌های آمریکا می‌گویند 4 نفتکش که محموله متعلق به ایران را به ونزوئلا می‌بردند توقیف شدند. تهران می‌گوید مالک کشتی‌ها نیست. یک روز بعد از توافق اسرائیل و امارات، رهبران کشورهای غربی از آن استقبال کردند، اما ایران، فلسطین و ترکیه آن را خیانت خواندند. در ادامه برنامه، روایت زندانیان آزاد شده از شکنجه‌گاه‌های مخوف حکومت بلاروس. به گزارش رسانه‌های ایران، فروش اوراق مشارکت نفتی از 2 روز دیگر در بازار بورس انرژی این کشور آغاز می‌شود. قرار است از طریق اوراق سلف موازی استاندارد بیش از 520 هزار بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران روز یکشنبه برای فروش عرضه شود. قیمت هر بشکه حدود 1,000,000 تومان تعیین شده و سقف خرید برای هر متقاضی 20 هزار بشکه است. فرهاد گوهردانی، تحلیلگر توسعه اقتصادی و سیاسی ایران از یورک بریتانیا با ما هستن. آقای گوهردانی، دولت ایران میگه که این طرح اون طرح گشایشی نیست که قبلا در موردش صحبت میشد. این چه فرقی میکنه با اون طرح؟ و این در همون مسیر هست، یعنی بخش هدف اصلیش اینی که تحریم‌ها شکسته بشن، تحریم‌هایی که حول مسئله نفت هست، یه میخی بر تابوت کل تحریم‌های اقتصادی ایران باشه و در کنارش هدایت سرمایه سرگردان هست از بازارهای موازی به بازار نفت و دست مردمی کردن اقتصاد، و از هدف اصلیش کمک به بودجه دولت هست از طریق درآمدهای ریالی که به دست میاره و گذر از این دوران سخت تا بعد از انتخابات آمریکا شاید یک گشایشی حاصل بشه و یک مسئله تحریم‌ها به طور کلی حل بشه و شاید هم از طریق صادرات خصوصی بشکه‌های نفت بتونه درآمدهای ارزی ایران رو هم تقویت کنه. این یه مجموعی از اهدافی هست که دولت به دنبالش هست. و دولت از کجا میخواد سود حاصل از فروش این نفت رو به مردم بازگردانه، در حالی که با تحریم ها مواجه است؟ اصلا هیچ تضمین برای این وجود نداره که بتونه ایران نفت خودش رو بفروشه. در اصل دولت اینو میخواد از طریق پیش فروش هست، یعنی یه سری بخش سرمایه های سرگردان جامعه که قبلا میرفت تو بازار ارز یا بازار مسکن یا بازار بورس، بخش های دیگه بورس، الان میاد به صورت این اوراق رو میخره. در اصل هیچ نوع تبادل جنسی لازم نیست که انجام بشه، فقط خرید و فروش اوراق هست. ولی کسایی که میتونن، مثلا ممکن یکی از خطراش اینه که سلطان‌های جدید نفتی ایجاد بشن، مثلا خود کارکنان شرکت نفت و شبکه‌هایی که اونا دارن بیان و اینا رو بخرن از طریق منابعی که از بانک‌ها میگیرن. بعد چون دولت بهشون گفته که ما اگه 50,000 بشکه نفت بخرید ما به شما کشتی‌های کوچک میدیم که میتونید به طور خصوصی اینو صادر بکنید، بنابراین این امکان صادرات رو هم فراهم میکنه. ولی مشکلش اینه که ممکنه به ظهور سلطان‌های نفتی جدید منجر بشه، مثل بابک زنجانی و غیر ذالک، و در کنارش هم ممکنه که بعد از، چون پیش فروش هست و دولت تضمین کرده که به قیمت‌های آتی بعداً بخره، چون اگه قیمت نفت به طور ناگهانی افزایش پیدا کنه باعث تشدید بدهی‌های دولت در آینده بشه، یا اگه سرمایه‌گذاری خارجی به صورت ریالی وارد ایران بشن از کشور حاشیه یا غیر ذالک، بعداً که بخوان از کشور خارج بشن فشار به روی بازار ارز وارد بشه. در کنار اینکه اصلا این یه مشکل خام فروشی داره که آقای خامنه‌ای در بحث‌های اخیرش به شدت باش مخالفت کرد، با هدف اصلی استفاده از این تحریم‌ها برای تبدیل کردن ایران به یک کارخانه و ایجاد اشتغال هم منافات داره. با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی، چرا دولت امیدوار هست که مردم اعتماد بکنن به چنین طرحی؟ در اصل این به طور مشخص شاید میشه گفت که برای مردم، چون در مقابل تورم و در مقابل اقتصاد دولت تضمین کرده که اگر قیمت نفت در آینده کاهش پیدا کنه ما باید تفاوت رو بهشون بپردازه، بنابراین مردم و کسایی که سرمایه گذارا هیچ ضرری نمی کنن، به نفع اوناست که این اوراق رو بخرن. هیچ فشار اصلی رو خود بدهی‌های دولت در آینده است، ولی هدف اصلی اینه که گشایش موقت ایجاد بشه در این یک ساله تا تکلیف انتخابات
آمریکا تعیین بشه و مذاکرات بعدی که صورت خواهد گرفت و مشکل تحریم ها به طور کلی حل بشه. برابر این یه مسکن هست ولی برای کوتاه مدت متشکرم از شما فرهاد گوهردانی، تحلیلگر توسعه اقتصادی و سیاسی از یورک بریتانیا. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرده دیروز 80 نفر از فهرست 400 نفری زندانیان طالبان آزاد شدند. همزمان اشرف غنی رئیس جمهوری گفته این زندانی ها برای افغانستان، آمریکا و جهان خطرناک هستند. دولت تاکنون بر اساس توافقنامه صلح آمریکا و طالبان حدود 5000 زندانی از اعضای طالبان را آزاد کرده. علی حسینی در کابل گزارش می‌دهد. آزادی اولین گروه از 400 زندانی جنجالی طالبان. دولت تا توانسته گفته اینها خطرناک بوده و هستند، اما آزادشان میکنیم تا مذاکرات صلح آغاز شود. از دید دولت شری به امید خیر. جرم من ترور بوده. من خواهان برقراری آتش بس دائمی و صلح دائمی هستم. طالبان به جرم اختطاف و قتل بندی بودم. انشاءالله به صلح رضیم، امید به خدای که به افغانستان صلح بیایه. هم به خناخ هم مسلمان ها آرام باشه و خناخ بیشینه آرامی باشه قرار فارغ باشه. دولت میگوید اینها خطرناک هستند چرا که در قاچاق مواد مخدر دست داشتند، به آدم ربایی محکوم شدند و حملات بزرگی را سازماندهی کردند، مثل انفجار چهار راه زنبق در کابل با بیش از 100 نفر کشته و 450 نفر زخمی. طالبان این ادعا را رد کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری دیروز در گفتگو با شورای روابط خارجی آمریکا گفت این زندانی ها برای جهان خطرناک هستند. هیچ تضمینی وجود ندارد که بار دیگر به نیروهای آمریکایی و افغان حمله نکنند. The list is likely to pose a danger. زندانی های آزاد شده طالبان برای ما، شما و جهان خطرناک هستند، چرا که در بین آنها قاچاقبران مواد مخدر و جنایتکاران خطرناک هستند. این موضوع با متحدین و دوستان ما شریک ساخته شده. هیچ تضمینی وجود ندارد که این افراد خطرناک نباشند. هیچ کس نمیتواند ضمانت کند. این مسئله مطرح شده، اما پاسخی به آن داده نشده. در سالها جنگ افغانستان، غیر نظامی ها گاهی در حمله طالبان کشته شدند و گاهی هم در حملات نیروهای دولتی و خارجی و دیگران. حالا کمیسیون حقوق بشر میگوید آنهایی آزاد می شوند که نباید بخشیده شوند. روند آزادی زندانیان در افغانستان از شفافیت لازم برخوردار نبود و نیست. مردم افغانستان در مورد زندانیان اطلاعات کافی نداشتند و ندارند. نمیدانند چه تعداد اینها که آزاد شدند محکوم یا متهم به جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت هستند که قابل بخشش نیستند. از جانب دیگر ما خواستار شامل سازی شماری از قربانیان جنگ در گفتگوهای میان افغانی از هر دو جانب بودیم. باز هم در این مورد توجه صورت نگرفت. حالا چشم‌ها به مذاکراتی دوخته شده که در آن بیم و امید دیده می‌شود. مثل روز روشن است که مذاکرات جنجالی، دشوار و پیچیده در راه است. علی حسینی، بی بی سی، کابل. در بلاروس 5 روز بعد از شروع اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، عده‌ای از معترضان بازداشتی که آزاد شدند از بدرفتاری پلیس و شکنجه در بازداشتگاه‌ها خبر دادند. بعضی رهبران اروپایی از سرکوبی این اعتراض‌ها به شدت انتقاد کردند. در همین حال روسیه که پیشتر از متحدان الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس بوده، از دولت این کشور خواسته اجازه نفوذ به بیگانگان ندهد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. درهای زندان گشوده می شود. طعم آزادی برای زنان و مردانی که به خاطر اعتراض به نتایج انتخابات بلاروس بازداشت شدند. صدها زندانی در دل شب به آغوش عزیزان خود بازگشتند، با خاطره رفتارهایی که آثارش همچنان مشهود است. همه را به زنجیر بستن و کتک زدن. دختر، پسر و بچه هایی که بین 13 تا 15 سال سن داشتن.
حتی یه پیرمرد 70 ساله هم بین ما بود. حالا فرصتی برای آسودگی خاطر این مادر است. دولت الکساندر لوکاشنکو از معترضانی که آنها را بیکار و گوسفند نامیده بود عذرخواهی کرده. عذرخواهی برای رفتارش با معترضان، ولی نه برای انتخاباتی که الکساندر لوکاشنکو را بعد از 26 سال حکمرانی برای ششمین دوره پیاپی برنده اعلام کرد. از روز یکشنبه که رأی گیری ها شروع شد تا امروز، برگ های جدیدی از تاریخ بلاروس رقم می خورد. اعتراض های خیابانی، بازداشت های گسترده، فرار رهبر مخالفان از کشور، آزادی زندانیان و حالا گسترده تر شدن دامنه اعتراض ها که به کارگران کارخانه های دولتی هم سرایت کرده. ما خواستار یک انتخابات سالم و تغییر حکومت هستیم. ما دنبال آزادی و دموکراسی و آرامش توی خونه هامونیم. مطالباتی که بعد از سالها خودکامگی الکساندر لوکاشنکو حالا به شکل یک نارضایتی گسترده سر برآورده. اولین چالش بزرگ برای مردی که ویروس کرونا را یک توهم نامیده و با حمایت روسیه مقابل غرب ایستاد. قرار است مقام‌های اتحادیه اروپا امروز درباره بلاروس موضع مشترکی اعلام کنند. روسیه گفته است بلاروس باید مواظب نفوذ خارجی باشد. اما دولت لوکاشنکو قبل از انتخابات با دولت روسیه هم شاخ به شاخ شده بود تا به غرب نزدیکتر شود. اما گویی دیگر این بازی‌های سیاسی جواب نمی‌دهد. زندانیانی که حالا آزاد شدند با روایت‌های ترسناکی از زندان‌ها و شکنجهگاه‌های مخوف حکومت بلاروس به میان مردم باز می‌گردند. اما تعداد آزاد شده‌ها از 1000 نفر بیشتر نیست. نزدیک به 6000 نفر دیگر هنوز در زندانند و بسیاری بیشتر در پایتخت و دیگر شهرهای بلاروس مشغول اعتراض. زخم باتوم‌ها التیام می‌یابند، ولی زخم‌های اولین تجربه مردم بلاروس برای کسب آزادی حالا در یادها می‌ماند. سیاوش اردلان، بی بی سی. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.